سپاس از همکار خوبم حفیظ جان امیری. گزارش خیلی خوب. کسایی که در رابطه با نرخ نواب میخواستن بیشتر بدانن و حتما فهمیدن. با شما هستیم برنامه صبح زندگی. مهمان خیلی گرامی داریم، نذیر احمد دقیق، فعال فرهنگی و اجتماعی، نویسنده کتاب خنیاگران قلم با ما هست. اینا کارشون کاملا دقیق است و امروز هم خوشبختانه در برنامه صبح زندگی با ما هستن. میخوایم صحبت های داشته باشیم در رابطه با یک موضوع خیلی مهم و اساس که یک کتاب خیلی زیبا به نام خنیاگران قلم به چاپ رساندن. سلام، صبح زیبایتان بخیر دقیق صاحب، خوش آمدین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما احمدی صاحب، دستن در کارهای تلویزیون مقبول آریانا و تمام هموطنان عزیز و گرامی خود. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. با وجودی که مصروفیت ها و کارهای شما هم زیاد است، خواهش میکنم کتابی که من متشکر هستم که شما لطف کردین مرا به برنامه زیبایتان دعوت کردین و این فرصت مهیا ساختین تا ما راز دل نیاز با هموطنای خود داشته باشم. به همه رازهای دل دقیق صاحب در اینجا نهفته است. این هم یک کتاب خیلی زیبا که به چاپ رسید و بعد از رس شما علاقمندان کتابخان قرار میگیره و خوشبختانه که امروز هم یک چند جلدش در برنامه صبح زندگی هست و ما هم میخواییم بیشتر بدانیم و بفهمیم. خب، گپ های دلتان زیادتر در این کتاب درد شده، اشعار از نویسندگی از گپ های مهم چی بوده و چی هست و هدف از این که شما به افغانستان بیاین و همچون یک کتاب پرمعنا و پرمفهوم به چاپ برسانید. خواهش میکنم. بسیار خوش شدم که شما را از نزدیک دیدم. سپاس. و موقع پیدا شد تا این مسائل با هم وطنای خود شریک بسازم. گرچه امروز ما نویسنده های بسیار خوب داریم، بسیار بزرگایی داریم که در این راستا کار میکنن، در چنین حالاتی که مردم پریشان هستند از لحاظ اقتصادی به خصوص، نشر کتاب کار بسا دشوار و مشکل است، ولی ما کسایی را هنوز هم داریم که اونا بسیار خوب کار میکنن در این راستا و مینویسن. دلیلی که ما چرا اینجا اومدیم و کتاب در افغانستان چاپ بکنم، ای از اول ظاهر و پیدا بود. ما این تصمیم گرفته بودم که افغانستان در هر حالتی که باشه ما به افغانستان میایم و این کتاب در افغانستان چاپ میکنم. ممکن از لحاظ تکنولوژی از دیگه ممالک افغانستان پایان باشه، اما ما ترجیح میدم که این کتاب با می تکنولوژی، با می مردم، با می امکانات دمی افغانستان به مردم خود به چاپ برسانم. نه تنها بود اقتصادیش هم از نظر گرفتیم. مثلا اگه من کتاب در ایران چاپ میکردم، ممکن پولی که به مصرف میرساندم به یک همسایه ایرانی میرفت. بله. یا همتو به ممالک دیگه. اما دمت یک حالات ما ترجیح دادیم که کتاب در افغانستان چاپ کنم تا حداقل امو پولی که به مصرف میرسانم وام در جیب یک افغان بره و منافعش به حکومت ما برسه. حکومت هر حکومت باشه، فرهنگی ها بی‌طرف است. ما با مردم خود هستیم و مفکوره ما این است که باید ما از هر جنایی که کار میکنیم عامه را تارگت کنیم، به عامه خدمت بکنیم. یکی از دلایلی که امی بوده که ما کتاب نشر کنم در افغانستان امی بوده، در خانه خودم بوده. خوش هستم، افتخار میکنم افغانستان به مت یک حالت دهت یک جایگاهی است که ما تانستیم کتاب مورد نظر خود که خنیاگران قلم است به نشر برسانم. موضوعاتی که در اینجا نهفته است، گپای اصلی و اساسی چی بوده؟ دردهای دل مردم هم هست؟ ببینین، ما بخش فرهنگی ادبی را تارگت کردیم، بخصوص شعرهای معاصر افغانستان. ما میدانم که افغانستان یک مملکتی است که نه تنها از لحاظ معدن معتبر است، معدن اصلی افغانستان فرهنگش است، معدن معنوی و قوی افغانستان شعرهای افغانستان است، نویسنده های افغانستان است. ما چنان شخصیت های دهی محوطه و جغرافیا داریم که اگر حکومت های قبلی توجه میکردن تا الحال اینا را به نمایش میگذاشتن، ما یک نمایش نامه بسیار زبردست و مقبول را از این هنرمندا و نویسنده های خود میداشتیم. با وجودی که میدانم که تعدادشان خیلی زیاد است، به همشان احترام دارم، همگی شایستگی درج نام در این کتاب را داشتن و من باید افتخاراً این اسامی را درج کنم، ولی از جمله همین تعداد من 153 نفر شاعر با همکارای خود انتخاب کردیم، فهرست درست کردیم با چندین دلایل. اولا خواه شما ببینین حجم کتاب، این وزنش گرنگ میشه
کسی قیمتش بالا میره، بله. حجم کتاب بالا میره، از لحاظ نگهداریش مشکل می باشه، انتقالش به ممالک دیگه مشکل می باشه. و این جلدهای دیگه داره که ادامه از آخر کتاب شما میتونین ببینین که جلد اول نوشتیم، انشالله سر جلد دو سه اگر زندگی بود ما بتونم کار کنم با همی همکارای مستعد خود که به خدمت خواهد انشالله داشتیم. میخوایم سر چاپ و دیزاین نوشتم صحبت بکنیم، بیاین از مقدمه شروع بکنیم که مقدمه این کتاب کی نوشته، کی همکاری کرده؟ ما الحمدلله که این کتاب روزی که شروع کردیم تقریبا احمدی صاحب 3.5 سال یا 3 سال در بر گرفته، چون یک کتاب تحقیقی ادبی است. ما تحقیق یک پروسه است که وقتگیر و زمانگیر است. وقت کتاب شروع کردیم یک کمیته را تشکیل دادیم که ما چون شاعر نبودم و نویسندگی قبلا به این سطح نکرده بودم، اونا باید هر کار تخصص باید داشته باشه در افغانستان چی که در تمام دنیا. ما مو کار تخصصی پیش بردیم و هر آن کلمه، هر آن نقطه، هر آن شعر را از تحت نظر امو اساتید ادب و زبان گذراندیم. بسیار. و این کمیته متشکل از 7 نفر است که همشان در خارج بودن و ایجاد این یک کمیته کار بسا دشوار بود. مقدمه را لطف کردن آقای سید مخدوم رحیم دکتر صاحب، اینا نوشتن و محتوا را برشان روان کرده بودم، اونا مهربانی کردن، تشویق کردن، مازشان از اینجا تشکر میکنم و بسیار زیاد مدیون هستم. بسیار عالی. در رابطه با چند جلد چاپ کردن کتاب، هزینش و یا هم تاییدی وزارت اطلاعات فرهنگ بوده، کیها بیشتر همکاری کردن؟ بله بله بله، سوال بسیار خوب است. طرح جلد کتاب خنیاگران قلم یکی از دوستان به نام قیس جان عتیق زاده، بله، ایرا دیزاین کرده. بسیار یک جوان مستعد، دیزاین مقبول، بسیار یک جوان مستعد با حوصله. 7 ماه سرپوش کتاب با حوصله بودنش معلوم میشه که خیلی چیز زیبا دیزاین 7 ماه سر از این کار شده عملا، که من ازش تشکر میکنم. صفحه آرایی از ایره بازم یک، من هر کار سر افغان خود کردیم. بسیار عالی. سر جوانی که داخل افغانستان است. محترم حشمت الله بیان یکی از مستعدترین صفحه آراهای این کشور هستند که مردم اکثریت با اونا آشنایی دارند. بسیار مستعد اونا کردند. انتشارات امیری این کتاب لطف کرده و نشر کرده که تیراژش 1000 جلد است و قطع وزیری از 700 گرم وزن دارد. و از تاییدی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم بله. میشه یاد بکنیم که چقدر همکاری کردن. با ویژه تشکر میکنم که در یک حالت کسایی که از خارج از مملکت میان امید ندارن یا کمتر دارن یا واهمه در دل دارن که ممکن کار ما شه و یا نشه، ما از اینجا از حکومت امارات اسلامی به ویژه تشکر خاص میکنم، به خاطر از این که اونا وقت پروژه ما را دیدن، بزرگا دیدن، کاری که 12 روز کار داشت به 3 روز تقلیل دادن و کتاب ما را ثبت راجستر نهاد بین المللی کتاب ISBN دادن و افتخار که ما بسیار تشکر میکنم. سلامت باشین، بسیار زیاد ازتان شاکر هستم، قربانتان. کسایی که نویسنده هستن خیلی حساس هستن در نوشتن کتاب، متنها در زندگی چطور همین گونه حساس پیش میره؟ والا دیگرا رو نمیفهمم، اما دقیق ها دقیق هستن. شما دقیق بودین. دقیق صاحب، دلیل متفاوت بودن این کتاب با سایر کتاب های دیگه چی است که خیلی میگن این کتاب خیلی متفاوت است؟ خواهش میکنم، من یک نویسنده که جدیداً به این عرصه پا گذاشتم، یکی خواهد از شما، از لطفتان، از مرحمتتان تشکر، از تکریمی که بزرگای اهل ادب به ما کردن ابراز امتنان دارم، این کوچک نوازی را اونا کردن دست به سینه ازشان تشکر میکنم. ما در این چند کار را انجام دادیم که قبلا در تاریخ افغانستان در کتب قبلی انجام نیافته، به مو دلیل اونا همی میار مد نظر گرفته، ممکن ای ادعا را بکنن که به ما بسیار بزرگی. ما خواستیم به خاطر برجستگی بیشتر از شما بشنویم. خواهش میکنم. اولا در تاریخ افغانستان ما یک کمیته که تحت اثر از او یک نویسنده بنویسه و تحقیق کنه در طول تاریخ نداشت که اونا زبانشناس می بودن،
اهل ادب و شعر و داستان می بودن، از خود آثار علمی ادبی و عضو اکادمی علوم می بودن، نبودن. هر نویسنده انفرادی کتاب نوشته می کردند و با بازار می بردند و نشر می کردند و چاپ می شد و امی پروسه تا الحال ادامه داره. ولی ما از روز اول با تشکیل یک کمیته که اونا اهل ادب هستند، ای کارم متفاوتتر و تخصصی تر ساختم. بسیار خوب. هر آن شعری که امروز شما میبینین که در کتاب درج است، از تحت اثر و تحت نظر اونا گذاشته. یک، هر آن نوشته که ما کردیم، اونا اینا را دیدن، تصحیح کردن و تایید کردن. بسیار عالی. هیچ جناح سیاسی را در طول تاریخ افغانستان در این کتاب ما یادآوری نکردیم، چون این یک کتاب فرهنگی ادبی است، نه سیاسی. دقیق. سوم، شخصیت هایی که در این کتاب، این یک کتاب مشترک است، اشتراکی سهامی است. 163 نفر ما در اینجا جا دادیم که اقوام مد نظر گرفتیم، طبقه اوناس ذکور مد نظر گرفتیم، سن مد نظر گرفتیم، مرد زنده را مد نظر گرفتیم، ولایات مد نظر گرفتیم، که اینا یکمک این کتاب متفاوت تر از کتاب های دیگه می سازم. ما در 40 سال پیش یک کتاب به نام، اگر اشتباه نکنم، مولانا صاحب خال محمد خسته او را نشر کرده بود، معاصرین سخنور یا سخنوران معاصرین، امت یک نام داشت که اونا خیلی زحمت و ما ارادتمند او شخصیت هستم. ما امو خواب و دیده گرفته پیش بردیم و اگر بتانم بگویم که بزرگی نشه، این یک اپدیت ورژن از او کتاب است. خیلی عالی. که تحت اثر امی بزرگا نشر شده. تقریزایش به تعداد 4 است که از محترم پروفیسور زرینگر صاحب تشکر میکنم، از استاد صبورالله سیاسنگ، همایون رهیار و شاعر وارسته کشور محترم همایونشای عالمی. بسیار خوب. این کتاب هم بازم ادامش به این گونه پیش میره یا دوست دارین تحول سیاسی افغانستان هم بتانین منتشر بکنین بنویسین؟ ببینین، ما شخصا من یک فعال فرهنگی اجتماعی این کشور است. ما از طفولیت تاله چندان علاقه به سیاست کشور نداشتیم. چون کار فرهنگی است، چون کار فرهنگی است، جلد اول ما به نشر رساندیم تا ببینیم انعکاسات نه تنها هموطنای ما، انعکاسات جهانی در قبال چی می باشه. ما دیدگاهی بسیار بزرگ در قبال این کتاب داریم. اگر دیدیم که این یک نشانه مثبت به ما رونمایی میکنه، انشالله جلد دو سهش به همین شکل با شیوه های بهترتر و مقبولتر دیگه به خدمت هموطنان خواهد. بله. صحبت ها خیلی شیرین است دقیق صاحب. میخواییم یکی از اشعارتان که خودتان به زبان خود بر ما هم به خوانش بگیرین تا بیننده هم لذت ببرن، مستفید شوند. قربانتان. ما باید یک سوء تفاهم اگر رخ داده باشه او را حل بکنم که سوانه های این کتاب ما مثل قصه نوشته کردیم. هر شخصیتی که 153 شاعر مثل قصه نوشته کردیم، یعنی مسئله کپی و پیست نبوده. که از یک جای مواد گرفته باشیم و درج کتاب کرده باشیم، دوباره نشر کرده باشیم. یک مواد کاملا جدید با طریقه نوشتاری نوین است. ولی نمونه های شعر از شعرا است، ملکیت شعرا است که ما نمونتاً هر یک از هر یک شعرا یک نمونه را اینجا جا دادیم تا مردم سوانه را خوانده ببینن که چی سروده. اینال اگر اجازه شما بی‌صبرانه منتظر. یکی از اشعار از این کتابه که بیاین صفحه بزنیم، هر کدام را که شما دوست دارین و در دلت شما نقش بسته که اینا برآمد میره، ما شما میبینیم که اینمی صفحه چی یک شخصیت است. ایره اگر یک دقیقه وقت بتین ما میره با بیننده ها یک کمک تشریح کنم، اجازه تان باشه. خانم لیلما سعادت هستن، فقط 6 ماه زیادتر نمیشه کتابشان از نشر برآمده. اینا در مزار شریف تشریف دارن. یک شخصیت خیلی محترم، دوست داشتنی هستن، یک خانم بسیار محترم هستن، ادیب، استاد بسیار گرامی که مرا راهنمایی خوب کردن. این صفحه زدیم مثل فال حافظ که این شعر از شما آمده. بله. هر جای هستین میبینین برنامه را، سلام عرض ادب دارم. یک شعرشان دکلمه میکنیم، گرچه من در دکلمه خوب نیستم. عنوان از اکسیر آزادی. بهار لرزید و ایران شد، نگاه ابر بر روی فضا خشکید، پرنده سربزیر بالها
افسرد. هوا آبستن خاکستر و احساس و وحشت بود. زمین در انتهای درد. پای آبران را سوخت و دیدم هر کجا ماه درخشان زیر باران شد. سیاهی پوشش رخسار مه گردید و آه سرد. اندام گل این باغ لا لرزان. کجا دسته که کار دانه اکسیر آزادی؟ و من دیدم سکوت محض فریاد فلک را در نهان می داشت. ولی ای کاش می شد خواب بود و دل به دنیای دیگر می داد. تشکر. خیلی عالی. سلامت باشید. فکس به زندگی امروز. امی شعر از خانم لیلی مای سعادت هستن که افتخار داشتنش در این کتاب. سپاس. و ما نمیفهم از این کتاب ها مستفید خواهد شدیم؟ از برای خدا. هر کسی که این کتاب به دست بگیره ما و کتاب افتخار میبخشه. هر کسی که باشه. و ما هم ما. افتخار کردیم. من میخوایم خودکار خودم بانم. قربان امضا سرطان. تاریخ امروز قربان سرطان. و تقدیمی که از طرف دقیق بزرگ است. چی افتخار بزرگ است که اولین امضا و اولین کتاب به شما هدیه میکنم. سپاسگزار. قربان. من میره تقدیم شما میکنم. من به صبرانه به خاطر که مکمل باید من مطالعه بکنم و بخوانم ببینم. جناب دقیق صاحب در کارهای خودون دقیق هستن و امروز هم دقیق به برنامه صبح زندگی آمدن. انشالله که سپاسگزار. قربانتان شکر. تو برم من میخوایم میره بازم از دستای دقیق صاحب خواهش میکنم. بگیرم و به صبرانه منتظر باشم که برنامه تمام شد و من مطالعه داشته باشم کتاب. سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه صبح زندگی. واقعا خیلی انگیزه گرفتیم و لذت هم بردیم. والا من بسیار خوش شدم. یک پیام بسیار کوتاه را در اخیر میتونم که وقت برنامه را نگیره و این پیام مختص به جوانای محترم است و جوانای عزیز. مملکت ما به شما نیاز داره. من هم در خارج از مملکت هستم. ولی احساس مسئولیت بکنین. مهم نیست در ادارات دولتی کار بکنین. مهم نیست کراچی داشته باشین، فیزیکی در افغانستان حضور داشته باشین. یک کار، یک خدمت به فرهنگ، ادب، اجتماع، سیاست، اقتصاد افغانستان از راه دورم انجام داده میتونین. تشکر. سلامت باشین. لطف کردین. قربانتان. تشکر احمدی. بازم افغانستان بیم. خانه ایم است. سپاس از شما عزیزان که بیننده برنامه صبح زندگی هستین. نذیر احمد دقیق، فعال فرهنگی و اجتماعی و همچنان نویسنده بهترین کتاب خنیاگران قلم. فعلا هم بسته معلوماتی در رابطه با خلاقیت داریم. دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشید.